مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، در همین ارتباط از نیویورک همراه ما هستند. خوش آمدین آقای محمدی. استفاده ابزاری از کودکان توسط صاحبان قدرت در نظام‌های خودکامه یک سابقه تاریخی داره. شما حضور علی خامنه‌ای در جشن تکلیف خردسالان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ از نگاه من این یک نوع سوء استفاده مشمئز کننده هست از سه جهت. از جهت اولش سوء استفاده از کودکان هست، کودکانی که اختیار چندانی ندارند، خودشون نمیتوانند تصمیم بگیرند که در این مجامع شرکت کنند یا نه. عمدتاً اینها تلاش میکنند که رضایت پدر مادرها رو جلب کنند. در مواردی هم رضایت پدر مادرها جلب نمیشه، بیشتر به کودکان در واقع تشویق هایی رو عرضه میکنند، اونها فشار میارن و خانواده ها در این موارد سکوت میکنند. وجه دومش سوء استفاده از فقر هست. عموم کودکانی رو که اینها برای این گونه مراسم میارند از محلات فقیر هست، اینها رو با یک لباس تازه، با یک چادر تازه، با هدیه کوچکی گول میزنند و به این مجامع میارن و ازشون برای تبلیغات سوء استفاده میکنن. و وجه سومش سوء استفاده از مدارس دولتی هست. کمتر اتفاق میفته که از مدارس خصوصی که پدر مادرها شهریه های بالایی میپردازن، از اونها این افراد رو، کودکان رو جمع کنند و بیارن پیش آقای خامنه ای. عمدتا از مدارس دولتی است که اینها هم در واقع سوء استفاده از فقر در کنار مدارس دولتی هست. حالا چرا این سوء استفاده ها صورت میگیره؟ از نگاه من سه علت مشخص داره. یک، اینکه نگاه حکومت به شهروندان ایرانی از کودکی تا میانسالی و بعد کهنسالی نگاه توده‌وار هست، نگاه چوپان رمه ای هست. نگاه کنید به لباس هایی که شبیه به هم این کودکان رو می پوشانند. اصولا هیچ گونه فردیتی، هیچ گونه تنوعی در میان اینها به چشم نمی خوره. وجه دومش مهندسی فرهنگ اجتماعی است که آقای خامنه ای در سخنان مختلف ازش رسما دفاع کرده. در این سخنان هم، در این مراسم هم، معمولا آقای خامنه ای به کودکان القا میکنه که اینها مکلف میشن. خب مکلف بشن، از 9 سالگی میشه اینها رو به ازدواج داد، از 9 سالگی میشه اینها رو از درس خوندن محروم کرد، از 9 سالگی میتونن مادر بشن. تبلیغات حکومت در همون سبک زندگی اسلامی که مورد نظر روحانیت شیعه هست دنبال میشه. و وجه سومش بالاخص در این دوره نمایش رأفت آقای خامنه ای هست نسبت به دختران، که یک دروغ بزرگ هست. حکومتی که دختران رو کور میکنه، حکومتی که دختران رو در خیابان با باتوم و با اسلحه میکشه، این نمایش رأفت واقعا مشمئز کننده هست. من تقریبا به همین نکته میخواستم اشاره کنم. همزمانی این حضور رو با جنبش زن زندگی آزادی و خواسته های زنان و دختران چطور تحلیل میکنید؟ خصوصا با توجه به اینکه این جشن تکلیف به شکلی آغاز شروع نقض حقوق دختران و زنان تحت قوانین حکومت به شمار میره. البته در سالهای قبل هم این اتفاق می افتاده. آقای خامنه ای خودش رسما این جشن تکلیف ها رو برگزار می کرده در بیت ایشون، در حسینیه ایشون، اما یه 4 سالی بود که این اتفاق نیفتاده بود. اینکه در این دوره اینها این کارو کردند، صرفا یک دهنکجی هست در برابر مردمی که از تبعیض علیه زنان، از تبعیض علیه دختران شکایت دارند. نشون میده که از نظر حکومت در بر همان پاشنه ها میچرخه، قرار نیست هیچ اتفاقی، هیچ گونه عقب نشینی، هیچ گونه اصلاحی در ساختارهای حکومتی، در مهندسی فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران صورت بگیره. آقای خامنه ای نشون داده که تا روز پایان بر سر فعالیت ها، بر سر اقدامات، بر سر سیاست ها و قوانینی که عمدتا نه مبتنی بر شریعت بلکه مبتنی بر یک شریعت ایدئولوژیک شده هست، بر سر اونها پا بر جا برقرار هست. فکر میکنیم واکنش عمومی در جامعه چه باشه با توجه به این سطح از مطالبه گری که در جریان خیزش اخیر شاهدش بودیم؟
من فکر میکنم اکثریت مردم وقتی این مراسم رو ببینند اونها هم مثل من براشون مشمئز کننده هست، منتها حکومت از ابزارهای مختلفی برخوردار هست، از قدرت بسیج کنندگی، از در اختیار داشتن مدارس دولتی، از در اختیار داشتن سرمایه های عمومی که میتواند اونها رو توزیع کنه و در اختیار برخی خانواده ها، برخی کودکان قرار بده، اونها رو فریب بده. از این امکانات همچنان برخوردار هست و از این امکانات اینها دارن استفاده می کنن. در ادارات دولتی در زمانی که خود من ایران بودم، اینها برای اینکه خانوم ها به نماز جماعت بیان 1000 تومانی بهشون میدادن، چادر رو مجانی پخش میکردن. این کارهایی است که روحانیت شیعه در طول 4 دهه گذشته انجام داده و همچنان میتونه انجام بده.